ادامه برنامه صبح زندگی است. باز هم خوش آمدین، صبحتان بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم، ادامه برنامه هست و مهمان خیلی گرامی هم از راه دور از طریق خط اسکایپ در برنامه وصل هستن که موضوع برنامه هم در رابطه با اینکه چگونه تاثیرات مثبت دارد طبیعت بالای روح روان هر فرد که ما به طبیعت بریم یا تصاویر از طبیعت ببینیم و تاثیرات مثبتش خواهی نخواهی حتما بالای روح روان میگذاره و ما میتونیم که روحیه بگیریم و از تشویشات روحی بخصوص در شرایط کنونی کرونایی در امان بمانیم. پس بیاین که سر بزنیم به طبیعت و از دیدن طبیعت لذت ببریم. گلهایی که در اولی داریم یا در خانه داریم او هم تاثیرات بخصوص داره. خب چی خوب است که ما مهمان هم داریم، البته جناب استاد ایوب یعقوبی استاد پانتون از در رابطه با موضوع برنامه هم اشاره میکنن. چی بهتر که شما هم بیننده باشین تا بیشتر بدونید که طبیعت واقعا تاثیراتش سر روح روان انسان مثبت است و ما میتونیم که همیشه با طبیعت بریم یا از طبیعت لذت ببریم. سونیتا چی خوب است که بیشتر بدانیم و بفهمیم که استاد هم از طریق خط اسکایپ با برنامه ما وصل خواهد شد. تا دقایق دیگه جناب استاد با ما همراه خواهند بود و پیرامون موضوع نظریه پردازی خواهند کرد، اینکه طبیعت چقدر میتونه تاثیر مثبت و سازنده روی روح و روان و حالت زندگی ما داشته باشه. آیا واقعا دیدن طبیعت و مناظر زیبای طبیعت مخصوصا گلها میتونه که با ما احساس نشاط و شادمانی ببخشه و چقدر در زندگی ما مؤثر است؟ موضوعی است که امروز با بحث خواهد گرفتیم با جناب استاد. شما هم میتونید که با ما همراه هم کرام باشین. فراموش نکنید که دیدگاه هایتان با ما شریک بسازین از طریق صفحه فیسبوک برنامه صبح زندگی. ما در کوشین هستیم که معلومات مفیدتر و موضوعاتی که با زندگی شما مرتبط است و میتونه که زندگی شما را بهتر و خوبتر بسازد در برنامه انتخاب کنیم و این که خود طبیعت هم میتونه تاثیرات مثبت و سازنده ای داشته باشد در این شک نیست. افرادی که در قرا و قصبات و در کار کشاورزی و باغداری البته مصروف هستن، اونا رو میبینیم روحی شادابتر و تازه تری دارن. هیچگاه جمشید جان به تکالیف روانی مبتلا نمیشن و همیشه دم دنیای خود هستن، دم دنیای کسب و کار خود هستن و به این ترتیب مصروف فعالیت های زندگی هستن، چون اونا در محیطی که قرار دارن، در محیطی که کار میکنن، اگر چی کار شاقه از کار سنگین است، اما با وجود از اون میبینیم که شفاف هستن، شاداب هستن، سرحال هستن، چون اونا در طبیعت هستن. اگر ما قدر کار شاقی را در بیرون از طبیعت انجام بدیم، فکر نکنم بدن ما توانایی انجام فعالیت ها را داشته باشه، اما چون اونا در طبیعت هستن، فضا سبز است، محیط خوشایند است، اما کار شاقه هم تاثیر منفی بالاشون نمیگذاره، بلکه اونا روز به روز جوانتر و شادابتر و خوبتر و خوبتر میشه. دقیقاً علم ورزش هم اینو به اثبات رسانده که زمان فرد یا شخص که ورزش شروع میکنن یا ورزشکارای حرفه‌ای هستن باید از طبیعت بیشتر لذت برن. هر ورزشکاری که در طبیعت بیشتر تمرینات روزانه خودن پیش بردن قوی تر بودن نسبت به ورزشکارهایی که در داخل کلب ها یا جیم ها بودن یا در مکان های سرپوشیده بودن، شاید تاثیر آن چنانی نداشته باشه، اما ورزشکارهایی که در طبیعت همیشه سر و کار دارن، ورزش میکنن، روز به روز قوی تر میشن، چهره هایشان با نشاطتر بوده و اونا هم توانستن در میادین بین المللی با یک دستاورد خوب برگردن. البته از آدرس ورزش من صحبت کردم که ورزشکارا میتونن همیشه وقت در طبیعت ورزش بکنن تا اینکه یک بدن سالم داشته باشن. این در طبیعت اکسیژن خوب میتونن بگیرن ورزشکارا، پس زمانی که اکسیژن گرفتن قوی تر میشن و قوی تر میدرخشن و قوی هم میباشن ورزشکارای ما. بخصوص تردید دیدن محیط سبز، قرار گرفتن در محیطی که سبز است با انسان فواید بیشماری رعایت میکنه و یا هم نصیب انسان میسازه، ما میتونیم که در او هوا بهتر تنفس کنیم، اکسیژن پاکتر خوبتر بگیریم، اما در برخی حالات ممکن نیست. وقتی که ممکن است بیاین با غرس کردن یک نهال در حویلیتان، در منطقهتان، در کوچهتان، همو سبزی و نشاط و دیدن طبیعت زیبا را به خود و خانواده و دوستان نزدیکانتان برمغان بیارین. اگر که حتی نمیتونین که نهال غرس کنین و یا همو را نگهداری و حفظ کنین، بیارین با آوردن یک دانه گل، یک گلدان گل، طبیعت به خانه‌تان دعوت کنین و از دیدن امون گلدان گل استفاده کنین تا که خوبتر و خوشتر روز آغاز کنین. مخصوصا در اتاق خواب اگر ما از گلهای تازه استفاده کنیم، یک گلدان گل تازه داشته باشیم بگذاریم و هر روز وقتی که از خواب بیدار میشیم اول صبح چشم ما به او گل زیبا بخوره، بدون تردید روز ما خوبتر و خوشتر خواهد بود، با تراوت‌تر و با نشاط‌تر جمشید خواهد بود و به این ترتیب هم کنجی از طبیعت یا گوشه از طبیعت در اتاق خود داشتیم، هم از فوایدش استفاده میگیریم و هم روز ما به خوبی و خوشی رقم خواهد خورد. بله، اگر احیانا گل تازه در دسترس نباشه، گل مصنوعی هم میتونه که داشته باشیم. البته گل هایی که رنگ رخشان خیلی
تازه‌تر شادتر معلوم شود، مانند گل‌های سرخ، زرد، آبی، سبز، سفید و خیلی‌ها می‌دانند گل‌های تازه را خریداری بکنند در دسترس داشته باشند. فعلا هم مهمان گرامی داریم که از طریق خط اسکایپ در برنامه صبح زندگی با ما وصل است. بله، مهمان محترم ما جناب استاد محمد ایوب یعقوبی استاد پانتون هستند و با ما همراه هم کلام هستند. جناب استاد سلام و صبح زیبایتان بخیر. به نام خداوند زیبایی و طبیعت، بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت هر یک از شما، خدمت همکاران بخش تکنیک و تمامی بیننده های نهایت معزز و گرانقدری که از این روزنه زیبا دارنده صدا و تصویر ما هستند. من صبح زیبا شما را بخیر میگم، آرزومند است که امروز را با نشاط و شادابی آغاز کرده باشید. چقدر زیبا استاد، شما هم فکر کنم در طبیعت سبز البته قرار دارین، چقدر جای زیبا و عالی است و مطابق به موضوع برنامه ما. با امید از اینکه به شما هم صبح خوب و خوش آغاز کرده باشین و خوب بگذرد و لحظات خوب و خوش داشته باشین در این طبیعت زیبا. بدون در وقتی در طبیعت زیبا ما شما را دیدیم، روحی ما همی لحظه شادتر و خوبتر نسبت به قبل و گذشته شد. استاد هم موضوع خوبی را که امروز انتخاب کردیم میخوان پیرامون صحبت کنم، محیط و موقف و جایگاه خود هم در طبیعت سبز و فضای باز انتخاب کردن. متوجه شدین جمشید جان که دیدن برگ های سبز درخت چقدر روی انسان شاد میسازه؟ ما همین لحظه که دیدیم احساس نشاط در وجود انسان دیدیم که دست میته و استادم دیدیم که چقدر در این محیط با شادی کامل صحبت میکردن. من هم آرزو کردم که کاش همین لحظه در فضای سبز در دامان طبیعت میبودم و روی سبزا نشسته و سواره نشجر میکردم. انشالله دایرکتر یا پروڈیوسر برنامه را باز میگیم که یک روز برنامه ما را اختصاصی بکنن در طبیعت که ما از فضای طبیعت برنامه تقدیم بکنیم تا هم هموطنان عزیز ما هم بیننده باشند. و موافق هستی که در طبیعت برنامه داشته باشیم؟ بدون تردید، به خاطر استفاده از آب و هوای طبیعت و لذت بردن از زیبایی های طبیعت، من همیشه آماده هستم که در طبیعت زیبا برنامه داشته باشیم. بله. و خداوند فضل کنه که این کرونا از بین بره، این ویروس از بین بره و ما بتانیم که دوباره از مناظر زیبا و طبیعت زیبای افغانستان استفاده کنیم. و باز هم سراغ استاد میریم و پرسش آغاز میکنیم در موضوع برنامه. استاد آماده هستین که بعضی پرسش شما داشته باشیم در رابطه با طبیعت؟ بله بفرمایید. تشکر سنت جان، لطف شما. استاد ماو جمشید جان در لابلای برنامه از تاثیرات طبیعت صحبت های داشتیم، ما تجربیات شخصی که در زندگی داشتیم بیان کردیم. اول میخوایم از نگاه علمی بپرسیم که چرا طبیعت سبز و زیبا باعث این میشه که انسان احساس حال بهتر داشته باشه، خود خوبتر احساس کنه و برایش خوشی و نشاط دست بده؟ دقیقاً بازم روز صبح زندگی یک موضوع خیلی زیبا و خیلی اساسی را برگزیده مثل همیش. واقعا زمانی که ما به طبیعت نگاه میکنیم، طبیعت یکی از عناصر زندگی انسان هاست. هیچگاه انسان ها بدون طبیعت نتونستن زندگی کنند و از جمله لازمه های زندگی انسان ها برشمرده میشه. و در رهگذر تاریخ انسان ها همیشه به طرف طبیعت نگاه های مثبت داشتن. اگر ما نگاه کنیم، طبیعت به عنوان یک درمانگاه، یک آرامشگاه همیشه مورد استفاده قرار گرفته که انسان ها در گذشته، در زمانی که طب به اصطلاح پیشرفت های خود را نداشته بود، از طبیعت به عنوان یک درمانگاه استفاده میکردند. مثلا افرادی که گاهی اوقات روبرو میشدن با مشکلات سردردی، میرفتن به کنار آبشارها، میرفتن به کنار دریاها، با شنیدن امواج دریا و صدای آبشار اونا احساس آرامش میکردن و مشکلات سردردیشان برطرف میشد. و یک کسان دیگری که خستگی برشان دست میداد در امور زندگی، میرفتن به جاهای سبز، اماکن سبز، در اونجا آرامش برشان دست میداد. و کسانی که مشکلات استخوان و مفاصل میداشتن، میرفتن از نور آفتاب استفاده میکردن. طبیعت همیشه به عنوان یک درمانگاه، به عنوان یک آرامشگاه برای تمام انسان ها به اصطلاح بنوی در نظر گرفته شده و از جمله نیاز هر انسان دانسته میشه که به طبیعت به صلاح زندگی کنه. در زمینه یک تحقیقی در دانشگاه استنفورد صورت گرفته بود بالای افراد، البته عملی بود که چگونه طبیعت بالای انسانها تأثیر داره از خود. در حدود 15 فرد را آماده ساختن و گفتن که ما باید به مدت 90 دقیقه به یک جای بریم. یک تعداد را از مسیر شهر بردن، از راهی که بسیار ازدحام بود، خیلی سر و صدا بود، و تعداد دیگری افراد را از مسیر جنگل بردن، از جاهای طبیعی که از خود دارا بود بردن. زمانی که اینا را 90 دقیقه را سپری کردن، دوباره همه اینا را بالای سرشان امارای گذاشته شد، جریان خون مغزیشان دیده شد. پرونتال قسمتی از مغز انسان است که نشخار، باعث نشخار انسان ها میشه، یا بازی تر بگیم که ما میگیم انسان ها سر به خود گپ میزنن.
همین موضوع مغز انسان ها رو دیدن، کسایی که از مسیرهای پر ازدحام رفته بودن اونا همین پرونتال بدنشان فعالیت داشت، اونا به نوعی مشکلات آسیب پذیر شده بودن از لحاظ استرس، از لحاظ مشکلات روانی. اما کسایی که از مسیر سبز رفته بودن اونا برعکس حالت روانیشان کاملا بهتر و خوبتر بود. باید در نظر داشت تحقیقشان ثابت ساخت به جهان که بله دقیقا طبیعت در روان انسان، در ذهن انسان، در استرس و بدن انسان تاثیر مستقیم داره. حتی اگر ما از نظر طب سنتی نگاه کنیم، ما میگیم درون انسان، ببخشید بیرون و ظاهر انسان آینه و درون نمای داخل بدن انسان میباشد و انسان از طبیعت هر آنچه را که میگیره نقش مستقیم و اساسی در ذهن خود داره. امروزه جامعه ما، افرادی که زهم افراد هستند زندگی میکنن، شدیدن به داشتن و بهره بردن از طبیعت ضرورت دارن، نیاز مبرم دارن. چگونه؟ امروز گرچند که زندگی هر قدر به شکل شهرنشینی بیشتر شده میره، محدودیت های استفاده از فضاهای طبیعی بر انسان ها میره. حتی پیش بینی که صورت گرفته گفته شده تا سال 2050 اگر کمین گونه زندگی شهری ادامه پیدا کنه، 70% میزان استفاده از طبیعت کمتر شده میره، زندگی به شکل شهری تبدیل میشه. و دانشمندان راهکارهای اضافه کردن که با استفاده از این راهکارها ما باید بدیلش را ببینیم. مثلا اگر که امروز ما نمیتونیم به جاهای طبیعی بریم، اگر امکاناتش مهیا نیست، حداقل یک فردی که زندگی میکنه میتونه در اتاق خود یک دسته گل داشته باشه، یک گل طبیعی را داشته باشه. میتونه یک فرد حتی اگر امکانش یک تابلوی از یک تصویر طبیعی، منظره طبیعی را در اتاق خود نصب کنه. یک جوان حتی میتونه در موبایل خود عکس طبیعت را بگذاره، چرا که نیاز انسان است که به طبیعت به اصطلاح چنگ ببرزه و باعث آرامش از لحاظ جسمی، از لحاظ روحی و هر نوع دید دیگری در زمینه میشه. حتی امروز دانشمندان کسانی که سر دچار به افسردگی میشه به اونا میگن که شما برین در بازار فقط گل خریداری کنین، چیزهای طبیعی را خریداری کنین، خواه مخواه خود به خود ای باعث آرامش فکری و روحی انسان ها میشه. حتی از منظر دین مبین اسلام نگاه کنیم، خداوند میگه انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما هر آنچه طبیعی را که شما در روی کره زمین میبینین ما اونا را زینت و زیبایی زمین گردوندیم. و انسان ها روانش و گرایش به طرف زیبایی داره و این موارد را انسان ها دوست داره. طبیعت به عنوان یک آرامشگاه، طبیعت به عنوان یک نیاز اساسی هر انسان مسلمان و هر انسان، هر فرد دانسته میشه. لذا هیچگاه انسان ها نمیتونن که به دور از طبیعت به نوع زندگی خود را به سر ببرند. بله. جناب استاد، شما گفتین بودن در طبیعت و زندگی کردن در طبیعت و همچنان دیدن طبیعت میتونه انسان به آرامش برسانه و این یک نیاز است. آره، این نیاز از چی سرچشمه میگیره؟ چرا انسان چنین نیازی داره که باید همیشه در دل طبیعت باشه تا که خوشتر و شادمانتر زندگی کنه؟ دقیقا واقعا موضوع خیلی مهمی را اشاره کردین. ببینید، زمانی که ما انسان را مکانیزم خلقت و پیدایش انسان را نگاه میکنیم، انسان نیازهایی را در زندگی خود دارا هست. همان گونه که ما به خاطر بقای خود به اکسیژن ضرورت داریم، به فعالیت بدن ما ضرورت داره، یکی از مواردی که باعث حتی طولانی شدن عمر انسان ها، باعث سرعتمندی انسان ها میشه همین طبیعت است. چرا؟ میان مکانیزم کره زمین و خواستار ساختار جغرافیایی اگر دیده شود، در عالم هستی به این باور هستن امروز هیچ چیزی نیست که از خود مفاد خود را نداشته باشه. حتی گیاهی که خار است از خود یک نتیجه و پیامد مثبت خود در زندگی انسان ها داره. ما نمیتونیم او را از مکمل از زندگی حذف کنیم. ما همه چیز ضرورت داریم، هر آن خوبی هایی که از هر آن بدی هایی که دانسته میشه. بر این اساس میکانیزم خلقت و ساختار بدن انسان قسم شکلی صورت گرفته که به تغذیه ضرورت داره، تغذیه روحی و تغذیه جسمی ضرورت داره. تغذیه جسمیش با ورزش و این موارد میشه، اما تغذیه روحی انسان ها با موارد دیگری صورت میگیره، مثل مانند تفکر است. حتی خداوند در بسیاری از آیات قرآن کریم توجه کردن به طبیعت را از جمله عبادت ها برمیشماره، که بر این اساس توجه به طبیعت از جمله نیازهای معنوی و روحی هر انسان است. یعنی انسانی که به طبیعت نگاه نمیکنه حتما او آسیب پذیر است، یا دچار افسردگی میشه یا مشکلات دیگری برش حتما دست میباشه که خودش ناخودآگاه میباشه. پس آن ساختاری که طبیعت از خود داره انسان به اون نیازمند است و ضرورت شما را اولش برشمرده میشه، که بدون دوری از اینها به نوع انسان حالت و حالت
سلامت و صحت بندی خود را دقیقاً از دست میده در زمین. بسیار خوب. جناب استاد، کسانی که زندگی شهرنشینی دارن مثل ما و شما هستن و از دیدن طبیعت هر روز محروم هستن، یعنی زیبایی های طبیعت نمیتونن به صورت مداوم و هر روز مشاهده کنن، در یک ماه چند بار نیاز دارن که باید در دل طبیعت برن و از زیبایی هایی که خداوند آفریده لذت ببرن تا این نیاز فطریشان مرفوع شود؟ واقعا برای بتناسب فرموده شما جامعه زندگی شهری امروز ما را از بهرمندی ها از زیبایی های طبیعت کاملا محروم ساخته و محدودیت های خیلی زیادی را وضع ساخته. بر همین اساس است که مشکلات و بسیار چالش های زیادی در فرار زندگی انسان ها ما میبینیم. برای اساس حداقل هر فردی که امروز در زندگی میکنه هفته یک بار برنامه برای طبیعی خود حداقل دست کم باید دارا باشه، داشته باشه که باید به دل طبیعت بره، از زیبایی هایی که خداوند در این نظام هستی خلق کرده استفاده کنه و باعث آرامش بشه و به صلاح آسایش به زندگی خود و کسانی که گرد و کنارش هستن شوه. هفته یک باری کار کنه، اگر هفته نمیتونه ماهی یک بار اشد ضرورت میباشه. و قسمی که قبلا اشاره کردیم، حداقل اونایی که در اوج محرومیت ها به سر میبرن و کاملا مشکل است برشان، هر روز میتونن روز خود را در کنار طبیعت بگذارن. اگر که نمیتونن به خود طبیعت برن، با داشتن تصویری از طبیعت هم میتونن به عنوان یک جانشین، به عنوان یک بدیل از او استفاده کنن. حتی دانشمندان امروز میگه شما زمانی که به مناظر طبیعی میرید، از اونجا عکس بگیرید، از خود تصویر برداری کنید، و زمانی که شما احساس کردین که دوباره ضرورت دارین به طبیعت برین و زمانش برتون مهیا نبود، امکانات نبود، با عکس ها و او تصاویر زیبایی که از طبیعت شما دارین به اونا نظر اندازی کنین. اینا تا حدی میتونه درمانگر شما باشه در اینجا. این نیاز فطری در حد توان خود هر قدر که میتونن انسان ها، چی از لحاظ حضور، اگر حضور نمیتونن تصویر، اگر تصویر هم نمیتونن، حداقل در تصور و در خیال خود هم اگر که به اصطلاح وجود طبیعت را تصور داشته باشن، باز هم میتونه که نقش مثبتی در زندگیشان داشته باشه. بله. بدون طبیعت بله جناب استاد، عدم توجه به این نیاز فطری انسان چقدر میتونه که آسیب پذیر باشه و چه مشکلاتی را به انسان به بار خواهد آورد؟ معمولا کسانی که به دامن طبیعت دور زندگی کردن و به نوع به این نعمت خداوندی استفاده نکردن یا نخواستن به این موضوع فکر و برنامه ریز داشته باشن، مشکلات فکری اولین مشکلات است که بر افراد ها دست میده. اینا معمولا کسانی می باشن که استرس می داشته باشن، فشار می داشته باشن و اینا بیشتر دچار به افسردگی ها میشن. یعنی افراد آسیب پذیر می باشن، قدرت بدنیشان هم حتی پایین میاد. حتی نه تنها از لحاظ فکری و روحی، بلکه از لحاظ جسمی این افراد مشکلات خود را می داشته باشند. و بدبختی که بزرگی در اینجا وجود داره چی است که افراد با مشکلات مواجه میشن، مشکلات روحی اونا را شدیداً آزار اذیت میکنه، از لحاظ جسمی ضرر میبینن، اما این به گونه تدریجی بالاشان میاد و شکلی میباشه که خودشان احساس نمیکنن که گویا ما افسرده شدیم و به صورت تدریجی انسان ها را در انزوا قرار میده. اما از لحاظ فکری حتی در برنامه های زندگی انسان ها تاثیرات خیلی منفی از خود داره. اونا را به نوع انسان های پرخاشگر، انسان های خشن، انسان های نامهربان و این نوع موارد را در زندگی دست کم از برخی از پیامدهای منفیش است که میشه اشاره کرد در زندگی هر انسان. بله. جناب استاد، انسان های بالغ و بزرگ بیشتر نیاز به دیدن طبیعت دارن یا کودکان؟ اگر کودکان محروم شوند از دیدن طبیعت، چی مشکلاتی را در دوران جوانی و نوجوانی تجربه خواهند کرد؟ یکی از مواردی که دانشمندان شدیداً بالاش تاکید دارن موضوع خلاقیت اطفال است. اطفال از همه بیشتر زیاد ضرورت دارن که به طبیعت زندگی کنن، به طبیعت برن، از طبیعت آشنایی کاملی با طبیعت داشته باشن. چرا؟ یکی از مواردی که اساسی داره روی خلاقیت افراد است. امروزه اطفالی که در طبیعت زندگی کردن و از طبیعت استفاده کردن، اونا میزان خلاقیت در وجودشان، در جسمشان بیشتر بوده. اونا انسان های خلاق و برآمده، اونا انسان های پرسشگر و تلاش به جامعه و برآمده. اطفالی که در فقدان ایمن و مسائل به میان آمدن، اونا بیشتر کسایی بودن که هم از لحاظ جسمی هم از لحاظ روحی رشد ضعیفی داشتن از خود و میزان خلاقیت در تحقیقاتی که عملا در دانشگاه ها صورت گرفته در وجود اونا کمتر بوده. روی لحاظ هر طفلی باید به طبیعت ضرورت داره تا که طفل خلاق باشه، از لحاظ جسمی، از لحاظ روحی، از صحت کامل برخوردار باشه. ضرورت میره که اونا با طبیعت حتما
چنگ بذارم به دامن زیبای طبیعت. بدون تردید امروز شما هم در طبیعت زیبا و سبز خوب برنامه را ارائه کردین، معلومات ارائه کردین. تشکر میکنم از این که در برنامه امروز باز هم صحبت های بسیار مفیدی داشتین. با امید از اینکه بیننده های ما هم توجه کنن به این نیاز فطری که در وجود هر انسان نهفته است. استاد، به عنوان جمع‌بندی پرسش اگه باقی مونده و یا هم معلوماتی که شما میخواین ارائه کنین میتونین که بیان کنین. تشکر از لطف شما، حسن نگاه و زیبایی در نگرش شماست. واقعا لطف شما است. تشکر از برنامه صبح زندگی که همیشه مطالب ارزشمند و عالی را انتخاب میکنم. پس با پیام به تمام شهروندان عزیزی که امروز سرنده صدا و سیمای ما هستین است که بیان امروز خود را با هر روز زندگی خود را با طبیعت آغاز کنیم، هر روز خود را با زیبایی ها و استفاده از نعمات خداوند استفاده کنیم. در اتاقی داریم امروز یک گل بکاریم، صفحه موبایل خود را تغییر بدیم و تصویر یک زیبایی از طبیعت را بگذاریم، بک‌گراند کامپیوتر خود را تغییر بدیم و بگذاریم تصاویر زیبا از آبشارها، از زیبایی های خلقت خداوند که ما اونها را میبریم و ببینیم چقدر در زندگی و روان ما تاثیر میگذاره. ما چیزی نمیگم، فقط خود هر کس شاید حتما تاثیر و پیام داشته باشه، پیام استفاده از زیبایی و طبیعت خداوند یکتا داره. سپاسگزار جناب استاد، تشکر. واقعا پیام خیلی خوبی، عالی پیام بود. با امید از اینکه همه این گونه عمل کنن و امروز طبیعت را به محیط خانه و اطراف خود دعوت کنن. تشکر از شما، تا برنامه بعد خدا نگهدارتان. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید.